سلام و درود به همه شما عزیزان، من علیرضا هستم، به کانال صدای حقیقت خوش اومدید. بحث این برنامه‌مون در مورد مسیح علی‌نژاد، کسی که مخالف جمهوری اسلامی ایرانه و خودشو حامی مردم مخصوصا زنان ایرانی میدونه. تو این برنامه میخوایم با دلیل و مدرک نشون بدیم که ایشون کاراش نه تنها در حمایت از ایران نیست، بلکه ضد ایرانه. مسیح علی‌نژاد خودشو حامی مردم ایران میدونه، در حالی که از دولت‌های غربی درخواست میکنه که ایران رو تحریم کنن. گام بعدی اینه که ما اتحادیه اروپا رو همراه بکنیم، گام بعدی اینه که ما فیفا رو همراه بکنیم که جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه و فوتبال رو به رسمیت نشناسه. خانم علی‌نژاد، گام بعدی اینه که با دولت‌های بیشتر همراه بکنید و همینطور دولت‌ها. حتماً همینطوره. همین الان هم من واشنگتن هستم برای اینکه با دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها دیدار داشته باشم. چنین کسی واقعاً حامی ایرانه؟ مسیح علی‌نژاد خودشو حامی مردم ایران میدونه، در حالی که حتی میگه ایرانی ها نباید از صعود تیم ملی فوتبالشون به جام جهانی خوشحال باشن. میگه این خوشحالی کاذبه. جمهوری اسلامی داره از این تیم ملی استفاده میکنه برای تبلیغ پرچمش. ما نباید خوشحال باشیم. چنین کسی که در شادی مردمش شریک نمیشه و مخالفت میکنه، چنین کسی آیا حامی مردم ایرانه؟ مسیح علی‌نژاد خودشو حامی مردم ایران میدونه، در حالی که وقتی که سردار سلیمانی توسط جنایتکاران آمریکایی ترور شد، ایشون خوشحالی میکرد، میومد در توییتر ایموجی رقص میذاشت. وقتی که اکثر مردم ایران از ترور شدن سردار دلها ناراحت میشن و تو میای برخلاف این ملت شادی میکنی، تو چه نوع حامی ایرانی؟ تو ضد ملت ایرانی. در شادیاشون که میگید شادی نباید کرد، در غم و اندوهشون میای شادی میکنی، بعد خودتو حامی مردم ایران میدونی؟ خیلی عجیبه. مسیح علی‌نژاد خودشو حامی مردم ایران میدونه، در حالی که میره با پومپئو عکس میگیره، پومپئویی که در تحریمای ایران نقش داشته. خیلی از مردم دنیا میشناسن سیاستمداران آمریکایی رو، میدونن چه جنایتهای علیه ملتهای دیگه انجام دادن، ولی ایشون میره باشون میشینه عکس هم میگیره. همین پومپئو در ترور سردار سلیمانی هم نقش داشت. ایشون خودشو حامی مردم ایران میدونه، در حالی که میره تو مراسمی شرکت میکنه که اونجا به اساطیر ایرانی آشکارا توهین میشه، به رستم و سهراب. یه پروژه‌ای به نام پروژه پیکان آرت، پیکانی که محمد رضا شاه پهلوی سال 1974 به دیکتاتور سابق رومانی هدیه داده بود، اومدن تو این مراسم روش نقاشی رستم و سهراب رو لخت کشیدن و این کارشون رو در حمایت از همجنس بازا میدونن. یعنی رسماً رستم و سهراب رو لخت کردن برای ترویج همجنس بازی. میگن این دوتا همجنس باز بودن. والله نصب، اگر رستم همجنس باز بود که سهراب به دنیا نمی اومد. حالا از نظر اینا احتمالاً توهین به اساطیر ایرانی و لخت کشیدن اساطیر ایرانی یه نوع حمایت از مردم ایران دیگه. عجیبه واقعا. ایشون خودشو حامی مردم میدونه، در حالی که از آمریکا هزاران دلار پول میگیره برای فعالیتش. اون دولت آمریکایی که حتی به محمد رضا شاه پهلوی هم خیانت میکرد، اون موقع که دیگه اصلا جمهوری اسلامی نبود. حالا کسی که از دولت آمریکا، دولتی که هزاران جنایت انجام داده علیه ملت‌های دیگه، کسی که میاد از این دولت پول میگیره، واقعا میتونه در حمایت از کشور خودش کار کنه؟ آره، ایشون میگه من حامی ایرانم، ولی جوری حرف میزنه در رسانه ها که مردم به جون هم بیفتن. داره غیر مذهبی ها رو، اونایی که خیلی به دین و مذهب کاری ندارن، اونا رو تحریک میکنه که بیان درگیر بشن با مذهبی ها، در حالی که ما باید تلاش کنیم مذهبی و غیر مذهبی و وطن پرست و کسی که معتقد به دین هست، کسی که معتقد به دین نیست، اینا همه باید در کنار هم در آرامش باشن و به نفع کشورشون کار کنن. شما میای اونا رو در مقابل هم قرار میدی؟ خب این ایران ستیزیه، این ضد ملت ایرانه. البته همونطور که قبلا گفتیم، ایشون بابت این کاراش پول میگیره از آمریکا، با حکومت مخالفت میکنه تا از آمریکا پول بگیره. نونش در مخالفت کردن با جمهوری اسلامیه. اگر ضد جمهوری اسلامی حرف نزنه، اگر ضد ایران کار نکنه، نونش رو قطع میکنه دولت آمریکا.
مفتی که به کسی پول نمیدن. حالا ما توی هر خط سیاسی که هستیم باید این نکات رو بدونیم، باید این افراد رو بشناسیم. اینا مزدور بیگانه. مزدور کسیه که یه کاری انجام میده در قبالش دستمزد میگیره. حالا اینا هم بر علیه جمهوری اسلامی حرف میزنن، بر علیه ملت ایران کار میکنن، بر علیه فرهنگ ما کار میکنن، از دولت‌های بیگانه، از سازمان‌های بیگانه هم پول میگیرن، مزدورن. بنابراین به اینا اصلا نباید نگاه کرد، اینا مزدورن، اینا رو باید ریخت دور. و اگر شما هم نظری دارید، هر بی سخنی هست، تو کامنت ها برامون بنویسید. و در پایان حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید تا برنامه های بعدیمون از دست ندید. و اگر از این برنامه هم خوشتون اومد لطفا لایک کنید، لایک شما باعث میشه که این برنامه بیشتر دیده بشه. پس لایک رو فراموش نکنید. تا برنامه بعد، یا علی، خدا نگهدار.